رحیم با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. بچه صدا و تصویر، بله خوبید بچه صدا و تصویر رو دارید؟ ما امروز کلاس انشالله 11-20 رو شروع میکنیم که قراره که تو چند هفته مبحث رو کاملا برای شما دوره کنیم، با هم جزوه رو کاملا مرور کنیم و به اندازه کافی تو قسمت های مختلف با هم تمرین و تست حل کنیم. عرض شود که ما یه کلاس کلاس دهم هم داشتیم که تداخل کرده با این کلاس. اگر بچه هایی که تو این کلاس هستن احیانا یه تایم دیگه معرفی میشه که انشالله آموزشگاه خدمتون ارائه خواهد کرد. بچه ها اگه سوالی اشکالی کسی داره اولی کار رو بگم، من فقط روند کار رو بگم. ما تو این بخش کل درس رو با هم مرور خواهیم کرد، یعنی ریز مطالب رو با هم با سرعت زیادی مرور میکنیم. عرض شود که تو هر بخش من نمیرم تا آخر، یه بخش که تموم شد با هم تمرین و تست حل میکنیم، یه سری هم تمرین نگه میداریم برای منزل که شما تو منزل حل کنید با هم. فایل ها رو انشالله توی قسمت فروم توی در واقع فایلاتون قرار داده میشه که شما رو جلسات بعد استفاده کنید. اگه سوالی کسی اشکالی داره بگه، اگه نه شروع کنیم با امید خدا. سوالی اشکالی دوستان دارن بچه؟ امیدوارم که یه کلاس خیلی خوب بشه و به خوبی و خوشی به پایان برسه. من فقط یه قلم بیارم اینجا، یه لحظه اجازه. خب ما امروز فصل 1-11 رو انشالله با هم شروع خواهیم کرد. انشالله که بچه ها خوب گوش کنن، تو قسمت تمرین ها همه فعالیت داشته باشند و انشالله به یه نتیجه خیلی خوب برسیم. فصل 1-11 رو من یه بخشی رو شروع میکنم به در توضیح دادن، بعد که تموم شد با هم مثال حل میکنیم. شروع میکنیم با بار الکتریکی. میدونید که هر اتم از دو بخش هسته و الکترون ها تشکیل شده. هسته خود از ذرات کوچکتری به نام نوترون و پروتون تشکیل شده. بچه ها میدونید پروتون بار مثبت داره، الکترون بار منفی داره. جدا کردن پروتون از هسته تقریبا غیر ممکنه، یعنی ما نمیتونیم پروتون رو از هسته جدا کنیم، ولی میتونیم خیلی راحت یا به جسم الکترون بدیم یا از جسم الکترون بگیریم، درسته؟ پس اگر جسمی دارای بار منفی شدش یعنی الکترون گرفته، و اگر جسمی دارای بار مثبت شد یعنی الکترون از دست داده. در حالت عادی جسم خنثاست. اگر جسمی الکترون از دست بدهد تعداد الکترون های جسم کمتر از تعداد پروتون ها میشه. در این صورت میگوییم جسم دارای بار مثبت شده. اگر جسم الکترون بگیرد تعداد الکترون ها بیشتر از پروتون ها شده و میگیم جسم دارای بار منفی شده. در مورد کوانتومی بودن بار هم میدونید که اگر بار جسم رو تقسیم بر بار الکترون کنیم باید یه عدد صحیح بشه، یعنی تعداد الکترون ها یک عدد طبیعیه، ما نمیتونیم 1.5 یا 2.5 الکترون داشته باشیم. کمترین باری که یک جسم میتواند داشته باشد بار یک الکترون است. بنابراین وقتی بنابراین مقدار بار یک جسم همواره مضرب صحیح از یک بار الکترونه. اگر بار جسم رو با حرف کیو نشون بدیم N میشه کیو به ای، یادمون نره که کیو هست NE و N عضو زده، یعنی نتیجه این محاسبه باید یک عدد طبیعی بشه. مقایسه اجسام رسانه و نارسانه. رسانه ها میدونید که الکترون آزاد دارند، نارسانه ها الکترون آزاد ندارند. به این ترتیب رسانه ها به خاطر داشتن الکترون آزاد در جریان الکتریکی شرکت میکنند، نارسانه ها جریان را از خودشون عبور نمیدن. در اجسام رسانه الکترون هایی که در آخرین لایه یعنی لایه ظرفیت قرار دارند می توانند به راحتی از اتم جدا شده به صورت الکترون آزاد دریان. این الکترون ها به راحتی در داخل جسم رسانه جابجا شده و در جریان شرکت می کنند. اجسام نارسانه فاقد بار الکترون آزادند. به این ترتیب جریان را از خودشون عبور نمیدن. روش های باردار کردن رو یادتون هست که ما سه روش: مالش، تماس و القا داریم. روش مالش مخصوص اجسام نارسانه است، یعنی رسانه ها به این روش معمولا باردار نمیشن. دو تا جسم نارسانه رو به هم مالش میدیم، یه جسم الکترون میگیره بار منفی پیدا میکنه و یه جسم الکترون از دست میده و بار مثبت پیدا میکنه. گرفتن یا از دست دادن الکترون رو با این جدولی که تو کتابتون هست به اسم جدول تریبو الکتریک میگیم. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد، فرض کنید شیشه رو با
پارچه کتان